سلام و وقت بخیر به مجمع خبری این ساعت خوش آمده. آمدن یک هیئت از پاکستان به کابل در مورد مبارزه با تروریسم، تحلیلگران سیاسی میگن که گروه های هراس افغان در افغانستان نه بلکه پاکستان است. دنیا نغواری که کمک تلاشی که او دا پلمه پیدا کهی که گویا پا افغانستان که تروریستان دی او پاکستانی طالبان دا غزای نپرون بانی بریدونی که دا الان چی دا خبر دا ننه حاکمیت دا رد کرده و دا نشته. ختم سفر تام ویس در مورد افغانستان، آگاهان امور میگویند که جهان باید به جای فشارها با حکومت سرپرست تعامل کنند. ما فکر باندې تر ټولو اصلی مهمه خبره د خلکو د خوړلو او د شی دی چې خلکو ته خوړل برابر شي، او دا د تعلیم خبره چې دغه په دوه او درېمه درجه کې خبره ده. بلند رفتن آمار کشته شدن اتباع کشور از اثر سردی هوا، مسئولین میگن در چند ولایت های کشور از اثر سردی هوا، گاز گرفتگی، سرازیر شدن سیلاب ها و آتش سوزی نزدیک به 200 تن کشته شدند. در هیواد په څلور رشتو ولایتونو کې 151 کسان شهیدان، 10 کسان ټپیان، له 1 څخه زیات استوګنځي په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي. مشروع خبرها. پاکستان گفته است که هیئت را برای مذاکره با امارت اسلامی به افغانستان میفرستد. فیصل کریم کندی، نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان، گفته است اسلام آباد قصد دارد هیئت را برای کمک به رهبر طالبان افغانستان در کنترل شبه نظامیان در پاکستان به کابل بفرستد و با آنها اطمینان حاصل شود که گروه های توریستی از خاک خود علیه پاکستان استفاده نمیکنند. در این مورد بارها امارت اسلامی گفته است که به هیچ کسی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کس استفاده صورت گیرد. در همین حال آگاهان امور میگویند که گروه های توریستی در پاکستان، در افغانستان نه بلکه در پاکستان پناهگاه دارند و از آنجا حمایت می شوند. در همین حال سرپرست وزارت امور خارجه چند روز پیش در نشست گفته بود که پاکستان نباید افغانستان را مسئول گروههای توریستی بداند و با تحقیق درباره این تجارت در این کشور تحقیق داشته است. افغانستان تیر څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په جنگ کې تیر کړي، د جنگ او د درد هغه تکلیف احساسولی سي. د پاکستان له محترمو وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو، افغانستان ته دې د پلو ګوته نه نیول کېږي چې د خپل بام واورې د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. حالا هم افغانستان محل جنگ نیابتی بین هند و پاکستان است و پاکستانی ها امروز یک موقع بسیار دشوار قرار گرفتن، چون رقبای منطقویش وارد عمل شده و کنترل بعضی شبکه ها و گروه های تروریستی که قبلا در اختیار داشت از پیشان رفته. بنابراین این بسیار دشوار است برای پاکستان که از این وضعیت بیرون بدر آید، چون که عقب نشینی و حمله بر پاکستان یک نتیجه داره، تا حد شکست و فروریزی پاکستان. همچنان در
پاکستان دور های افغانستان اوسم دوی د امریکای نه دنیا نه غواړي چې کومک ترلاسه کړي او دا پلمه پیدا کړي چې ګویا په افغانستان کې تروریستان دي او پاکستانی طالبان دغه ځای نه پر موږ باندې بریدونه کوي. دا الان چې دا خبره د نننۍ حاکمیت دا رد کړی دی، وایي دا نشته او فقط دا صرف پلمې دي او دوی ګواښوي افغانستان چې دوی غواړي چې نظامي حمله پر دننه په افغانستان کې وکړي. اما زه فکر نه کوم چې دوی دا کار وکړي په دې چې دوی پوهیږي که دوی دا کار وکړي دوی نو د ځان دپاره یو فاجعه رامنځته کوي او د دوی د تجزیې زمینه به ژر مساعد شي په دې چې په بلوچستان کې په پښتونخوا کې په ټولو ځایو کې د دوی وضعیت ډېر خراب دی. په تامیست میگوید محدودیت بر کار زنان و تحصیل دختران به میلیون ها افغان را آسیب پذیر کردند و در زمینه کمک رسانی آنها را نیز با مشکلات شدید مواجه کرده است. وی در سفرهای اخیر خود با شمار از نمایندگان سازمانهای کمک رسان بین المللی و حقوق بشر دیدار کرده است. در همین حال آگاهان امور میگویند که سازمانهای کمک رسان بین المللی باید کمک های خود با افغانها افزایش دهد و ایمی افزایند که در حال حاضر افغانان با مشکلات زیادی روبرو هستند که باید نادیده گرفته نشود. در کنار این شهروندان کشور از سازمانهای کمک های بین المللی میخواهند که بدون اهداف سیاسی به افغانها کمک های بشردوستانه ارائه کنند و آنها از امارت اسلامی میخواهند که زمینه های کاری نیز برای آنها فراهم کنند. سازمانده ویژه آمریکا در امور افغانستان میگوید در جمعه برنامهنده سازمان ملل متحد و اداره مهاجرت در سهران سلو کردن دیدار آمده است و اگر آفرمود سفر خود بگیری و دیگر سیاکان خود در مورد سیاست و محدودیت امارت اسلامی بحث کنید که بدلا آن آنها افغان را در این زمینه کمک رسانی به مشکل مواجه کرده است. همچنان آگاهان ایران میگویند که دنیا جهانی نیروی کمکهای بشردوستانه خود را به افغانها و سیاست مختلف دید و تاکید دارند که دنیا جهانی کمکهای خود را به افغانستان به طور مستقل ارائه کند. ایا دا به تاوان ډېر لري او که به دا تاوان ډېر لري چې په افغانستان کې ټول افغانستان بلکې په سل کې پنځه نوي کسانان د فقر او د احتیاج او د مسکنت سره مخ دي. زما په فکر باندې تر ټولو اصلي مهمه خبره د خلکو د خوړلو او د شی دی چې خلکو ته خوړل برابر شي او دا د تعلیم خبره چې د هغه په دوهمه او درېمه درجه کې خبره ده. نو یوه خبره دا ده، دوهمه زما په فکر باندې دا بین الافغاني موضوع ده. موږ هر وخت وایو چې خارجیان دې دونې نه راټینګوي، افغانان دې خپل په مابین کې دا موضوع حل و فصل. یخنی خو ډېره زیاته شوې ده. اسلامي امارت نه دا ده چې د دې خلکو لپاره رسیدګي وکړي. خلک ډېر دي، یخنی نه پتنګ دي، څه نه لري، غریبان دي، مشکلات ډېر لري او دغه وختونه دی چې د خلکو سره کومک وکړي، امداد وکړي او د دې خلکو دا مشکل حل کړي. نور غریبان دي، کور کې څوک نه لري، یخنی بیا زیاته ده، خلک ټول مطلب مجبوره شوي دي، مشکل لري دغه سي. ځکه چې ملت خوار دی، ملت سوندې لیدلي، ملت څلوېښت کاله کړېدلی دی. د ملت لپاره خدمت کول د هر مسؤول د هر مقام فرض دنده دی، واجب دی، پی باندې چې د هغو غم وخوري. افغانستان
د نړیوال سازمانونو سره دغه په جنیوا کې دغه هوکړې ته رسیدلې ده چې هغوی پیسې ځنډولې دي افغانستان ته او دغه محدودیتونه د دې لپاره دغه کړی دی چې طالبان یا امارت اسلامي د نجونو او د ښځو باندې چې کوم محدودیتونه لګولي دي په تړاو باندې وګوري دا پیسې چې کوم مرسته کیږي دا امارت اسلامي ته نه کیږي دا پیسې افغانستان خلکو ته کیږي افغانستان بې وزلو خلکو ته کیږي په دې ژمه کې او په دې ساړه کې او په دې ستونزې اقتصادي ستونزې چې خلک ورسره مخامخ دي په دې بیکاری کې نو دا مرسته هم چې وزندول شي دا ستونزې او مشکلات نور هم زیاتیږي مونږ هیله مند یو چې هغوی تجدید نظر وکړي په دې باندې او مرسته خلکو ته ویلېږي موج سردی هوا در افغانستان تعداد کشته شدگان به 175 نفر رسیده اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در برخ از نقاط کشور بر اثر سردی هوا، سیلاب، گاز گرفتگی و آتش سوزی 175 نفر کشته شدند و 30 نفر مجروح و نزدیک به 200 خانه های مسکونی نیز تخریب شدند. این وزارت میگوید در این مدت نزدیک به 80 هزار مواشی از بین رفتند. مسئولین تاکید میکنند که در یک ماه گذشته کمک های مختلف را با حمایت سازمان ملل بین 30 هزار خانواده نیازمند توزیع کرده است. د ولایتونو په اکثر د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومې له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 24 ولایتونو کې 115 کسان شهیدان، 30 کسان ټپیان، له 116 څخه زیات استوګنځي په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي او نږدې 80,000 څاروي له منځه تللي. همدارنګه د سالنګونو او یو شمېر ولسوالیو لارې تړل شوې وې چې د ټولګټو محترم وزارت په همکارۍ د پاکولو چارې روانې دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ملګرو ملتونو د دفترونو د موسسو او دولتي ادارو سره په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 15,000 زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلي او د مرستو د ویش دوام ته ژمنتیا ښودلې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د کال په هر فصل کې پلان او برنامه جوړوي چې د ژمي فصل ته د رسېدنې او مدیریت پلان هم جوړ شوی چې د یاد پلان له مخې د موسسو په همکارۍ نږدې 1,000,000 انسانانو ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي او همدارنګه یو شمېر ولایتونو ته چې د لارو د تړل کېدو امکان شتون درلود هغو ولایتونو ته خوراکي مرستې لیږدول شوي تر څو د اړتیا په وخت کې زیانمنو ته په بیړنۍ توګه رسېدنه وشي. د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرستې نه باید سیاسي شي او په دغو بدو شرایطو کې د لا زیاتو انساني زیانونو د مخنیوي لپاره موږ د مرستندویه هیوادونو د ملګرو ملتونو له دفترونو او مرستندویه سازمانونو څخه هیله مند یو چې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو او بې وزلو خلکو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکړي تر څو د انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي.
مصر بزرگیت نفر افغانستان مکتی و کمک های بین الملدی هستند و این باور وجود دارد که تاثیر معمولیت کمک ها به دلیل سیاست های امارت اسلامی بر افغان هایی که تنها حدود کمک های بین المللی از تاثیر زیاد خواهد گذاشت. سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار آزادی فوری استاد مشعل، استاد پوهنتون خصوصی در کابل از زندان امارت اسلامی شده است. این استاد پوهنتون اخیراً در واکنش به محدودیت‌های امارت اسلامی برای تحصیل دختران در کراچی دستی کتاب‌های رایگان را در بین مردم در شهر کابل توزیع می‌کرد که از سوی امارت اسلامی بازداشت شده است. آگاهان امور می‌خواهند که هر چه زودتر این استاد پوهنتون باید آزاد شود. بعد از اینکه یک ماه پیش اسنادهای مستری خود در یکی از رسانه‌ها پاره کردم، بعد از او از سی پنتون ما استعفا دادم. ضمن استعفا یک دارالمعلمین، یک پنتون و یک مکتب دارم. عرصه از این بسته شد و امروز 21,000 جلد کتاب را که در کتابخانه ما وجود داشت در شکل تحفه در یک درخت به نام اقره، نام درخت اقره است و تمام رشته های تحصیلی است و ما 21,000 جلد کتاب که بالاتر از 35,000 افغانی در طول 15 سال گذشته ما خریداری کرده بودم حالا با مردم رایگان توزیع میکنم. در همین رابطه سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستگیری استاد پوهنتون از امارت اسلامی میخواهد استاد مشعل را هرچه زودتر آزاد کند. که اگر حکومت گپ به جای برسانه که یا طالب باشی یا اگر طالب نباشی هر کاری که کنی میتونی که توقیف شوی، این خو هیچ اعتماد ایجاد نمیکنه. از یک طرف مسئولین بالاترین حکومت مردم میگن که پیسه تان بیارین، بیاین سرمایه گذاری کنین، زندگی آزادانه کنین. از یک طرف یک آدم یک 4 دانه کتاب میخواه که بفروشه یا هدیه کنه به مردم، او را کسی توقیف کنه برای چند روز؟ چرا امور گفته نمیتونن که برادر کتابت نفروش در روی سرک خلاص؟ چرا توقیف میکنن؟ این کار اگر بکنن خو اعتبار از حکومت کم میشه. این کار هست که مردم ما گریزان میسازه. از سوی دیگر بیزار کنید بزرگر موزی شوران حقوق بزر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز از امارت اسلامی میخواهد این استاد پوهنتون را باید آزاد کنید. در این حال عبدالحق اومد رئیس وزارت اطلاعات و تحصیل امارت اسلامی مرا وقتی دیروز در شهر تویتر خود نوشته است. این در حال است که در این جواهر شمال کشورهای بین‌المللی از امارت اسلامی خواستند که نابودیها علیه دختران را از دست ببرد. در ولایت ننگرهار از سوی یک مؤسسه خیریه به 300 خانواده نیازمند کمک ها توزیع شد. در ولسوالی لالپوری ولایت ننگرهار از سوی یک مؤسسه خیریه به خانواده های نیازمند کمک های خوراکی توزیع شد. مسئولین میگویند که هدف از این کمک ها دست گرفتن خانواده های نیازمند است. از سوی هم کسانی که از این کمک ها برخوردار شدند ابراز خرسندی میکنند، اما از نهادهای کمک رسان میخواهند که
با آنها کمک های بیشتر را انجام دهند. در همین حال خانواده های بجا شده در ولایت ننگرهار هم از مسئولین می خواهند که با آنها کمک شوند. هغه ډاټا چې موږ یې لرو هغه یو آنلاین یو کمپیوټري یو ډیجیټل سروې د ارقام دي چې هر وخت په هر ځای کې د هرې نقطې د هغو ته لاسرسی کېږي او دا تضمین کوي چې د مرستې شفافې دي. نننۍ مرستې په لالپور ولسوالۍ کې چې د لومړنۍ توضیح وه 300 کسانو ته سان په نورو ولایتو کې موږ ټیمونه لرو او برحاله د برنامې او اهداف چې کوم د ولسونو د رفاه او د خودکفایۍ دپاره مهم دي هغو دپاره تصمیم او اقدام کوم. زه د خپل ولس نه غوښتنه کوم چې کوم موسې کوم همکاري راسره کوي په دې به یوازې بسره ونه کښېنه دغو ته کښېني، باید خپل همت هم وکړي. کاروبار انشاءالله الحمد دومره خو وطن هغه لوټ نه داسې کار نشته پکې شته پکې. او بل دویمه د خیره موسسو نه د نړیوالو موسسو نه همغږۍ موسسو نه ټول نه غوښتنه کوم چې د لالپورې خوا له غرنۍ علاقه ده داسې زراعت زیات نه لري، نو باید همکاري ورسره وکړي. اته 15 شاوخوا مون سبت لرو د بيزيشو خلکو لپاره په ننګرهار ولایت کې د کډوالو په ریاست د غلاندې چې کوم مؤسسات د همکارۍ حکومت لپاره د دغه خلکو لپاره د یاسي پزیرو لپاره د بيزيشو لپاره راستنیدونکو لپاره چې کوم کومکونه کوي چې د سروې سره زمونږ کارمن په خپل حضور لري او سره موجود وي نوملکنه کوي دغه کور ګوري دغه حالات ګوري ټول هغه مشخص کوي کله چې د مشخص شي د مستحقین له جملې څخه وګرځيږي بیا هغه سب شي. موږ ډېر لرې پراته یو، موږ سره باید ډېرې مرستې وشي. موږ په موږ سره چې دا کمې مرستې وشولې دا زموږ په دغه کې لږې کمې دي، دغه شرې نورې مرستې موږ سره وشي. دا زموږ د لالپورې د ګرداوي د خلک ډېر کمزوري او ډېر غریب خلک دي او ډېر بیچاره خلک دي. دا 300 کورو کې 300 کورو مرسته رسېدلې دا زموږ د فار کافي نه ده. کومه چې شوې ده او کومه فقیران ته رسېدلې په دې شکر ادا کوو، خو کوشش دې وکړي چې زموږ مرستې موږ ته د دې نه نورې ډېرې. رهبران و روسای عامل کرکت بورد‌های افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا و برخی کشورهای دیگر به روز شنبه در نشست اضطراری شورای آسیای کرکت شرکت کردند. این شورا در اعلامیه گفته که در این جلسه در مورد مسابقات جام آسیا بحث و تبادل نظر شد و بودجه عملیاتی سالهای 2023 میلادی و 2024 میلادی نیز تصویب شد. بر اساس گزارش ها در این نشست مقامات کرکت بورد هند و پاکستان روی حق میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2023 میلادی اختلاف داشتند. جیشا رئیس شورای آسیای کرکت که همزمان سکرتر کرکت بورد هند نیز هست تأکید کرد که هند تیم ملی خود را به جام ملت‌های آسیا به میزبانی پاکستان اعزام نخواهد کرد. این موضوع باعث آن شد تا برای میزبانی جام مسابقات آسیا امارات متحده عربی و سریلانکا به حیث گزینه‌های بعدی پیشنهاد شوند، اما تصمیم‌ها در این مورد در نشست اجرایی بعدی شورای آسیایی که در ماه مارس برنامه ریزی شده اتخاذ خواهد شد. نرخ افغانی در بدل اسعار خارجی در بازارهای کابل.
وضعیت آب هوایی کابل و چند شهر دیگر افغانستان. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شد. شب بخیر.